با سلام خدمت دوستان عزیزم، این 58مین لایویه که من میذارم با سرکار خانم مهتاب مدنی تا دوستان دیگمون جمع بشن. من یکی از دکلمه های زیبای جناب آقای شاملو رو میذارم در خدمت همتون هستیم. یک نفر هست که لب وا بکند میمیرد، خنده معجزه آسا بکند میمیرد، در کنارش به خدا حس عجیبی دارم، بوسه موکول به فردا بکند میمیرد. جان من بسته به هر موی سیاهش شده است، تاری از زلف کند میمیرد. دلخوشم از همه عالم به نگاهش، اما اگر این مسئله ها چاره کند میمیرد. مثل آن شعله که از بارش باران مرده، مثل آن شعله که از بارش باران مرده، صورتم را اگر یه رو حال کند میمیرد. رفتنش آخر دنیا ماست، خودش میداند، با کسی غیر خودم تا بکنند میبیرد. دوست دارم همه عمر کنارم باشد، کفش رفتن اگر او پا بکنند میبیرد. کفش رفتن اگر او آب کنند میبیرد. زوده ستاره صدا بنده نفسم رضا شاه. با سلام خدمت شما خانم مدنی پور، اگر اجازه بدین من چند کلمه راجع به سازمانمون صحبت بکنم، بعد لایومون رو با شما شروع کنم. ممنون. درود بر شما، خواهش میکنم. سازمان لاود آر سوسایتی یک سازمان عامل منفعه یا خیریه است که در راستای تجویز و تجویز هنر و خلاقیت برای سلامتی فعالیت میکنه. لاود آر سوسایتی با بنیانگذاری خانم تارا وهاب 5 ساله که در شهر کالگری در کانادا در حال فعالیت، ما در این مدت برنامه‌های ویژه عمومی متعددی رو ارائه دادیم، از جمله نقاشی‌های دیواری بوده، کارهای هنری دست جمعی با خانواده‌ها بوده، برنامه‌های آموزشی حضوری و کانال آموزشی یوتیوب در هزار و یک شب. تا به امروز ما خدمات این سازمان رو به افرادی که بیشترین بهره رو از این خدمات میتونستن دریافت کنن به صورت انسان دوستانه ارائه دادیم و حالا هم با پروژه داستان نویسی 1001 شب و معرفی هنرمندان و اساتید در خدمت شما عزیزان هستیم. امروز هم 58مین لایومون رو با خانم مهتاب مدنی پور که برای خودشون استادی هستن تو کار برنامه لایو داریم. خانم مدنی پور، خواهش میکنم که خودتون کاملا معرفی بفرمایید و این ساعت شماست. بفرمایید. درود بر شما و تمام هنرمندان و هنردوستان. من مهتاب مدنی پور هستم و راستش استاد بودن خیلی کلمه بزرگیه. من هنوز شاگردی میکنم و هنوز یاد میگیرم. من در کرج متولد شدم، در کرج زندگی میکنم و در رشته های طراحی و دوخت کفش چرمی و بخش عمده کارم چوب هستش. حالا گردن‌آویز، دیوان‌های چوبی، ظروف چوبی که در کنار خانواده زیر سایه پدر یاد گرفتیم و فعالیت دارم. احسن دو شما. با توجه به اینکه من میدونم خانواده شما از پدر، مادر و برادرتون و شما هر چهارتایتون هنرمندای درجه یک هستید، لطفا شما خواهش میکنم
امروز فقط از شما ما مهمونداری کردیم تا ببینیم بقیه دوستان. خیلی سخت من شما رو پیدا کم میتونی سعادتی، کم انشالله سعادتی مصطفی. سرتون شلوغ باشه، کاراتون همیشه باشه. حالا من در تحصیلاتتون به غیر از چیزایی که گفتید چی هسته؟ شما در چه زمینه تحصیل کردید؟ من در رشته مهندسی عمران تحصیل کردم، زیاد مربوط به کار هنری نیست، ولی خب این استعدادیه که از پدر و مادر به من رسیده. پدر و مادرم در هر رشته ای که شما فکرشو بکنید فعالیت داشتن. از وقتی که یادم میاد خونه ما همیشه یه زمینه هنر بود. خب این شرایط بر من هم فراهم بود که حالا شکوفا بشه. آفرین به شما که هنر رو دست به دست و تن به تن از همدیگه دارین یاد میگیرید و مطمئنن که این هنر رو منتقل هم میکنید. خیلی خوشحالم از این وضعیتی که هست تو خونه واده شما. تو خونه ما البته همینطوره، اونم به خاطر اینکه تارا خانم خودشون کارشون اینه و همه رو تشویق میکنن که در همه حد بمونن. خب شما چی شد که اصلا کار هنری رو بغیر از که حالا تو خونه بود و پدر مادر انجام میدادن، چی شد که علاقه من شد؟ چون ببین کار هنری هست تو خانواده هایی که کار هنری و هنرمند هست ولی کاری دوست ندارن اصلا که اون کار رو انجام بدن. طبیعی هم هستش، یکی دوست داره یکی دوست نداره. چی شد که علاقه من شدی اصلا به این کار، به این نوع؟ راستش اگه بگم یادم نمیاد که حالا از چه زمانی شروع کردم و چطور این علاقه شکل گرفت، دروغ نگفتم. چون از بچگی نقاشی میکردم و حالا چون فکر کنم 3-4 سالم بود که پدر و مادرم روی چرم مینیاتور کار میکردن. حالا نمیدونم که نمونه های کار رو دیده باشین یا خیر. و حال یه صنایع دستی معروف ایران هم حساب میشه این میاتور روی چرم. بله. و از اونجا خب کم کم و کم کم که حالا میدونی که همه چی به قول بابا کار نیکو کردن از پر کردن است، که این رو تکرار و تکرار و تکرار که حالا بعد از اینکه تحصیلاتم تموم شد یه مدتی مرتبط با رشتم کار میکردم و بعد به نظرم هنر آرامش بیشتری داشت برای من که حالا در کنار خانواده باشم و اینکه حالا اون چیزی که توی فکرم هست، ایده هایی که توی فکرم هست و اینکه قلبم رو دنبال کنم توی هنر بیشتر بود تا رشته ای. اصلا من یکی از سوالایی که از همه دوستان میکنم و اصلا هدف این برنامه همین سواله اینه که آیا واقعا کار هنری در سلامتی شما تاثیر داره و داشته؟ صد البته. ببینید هنر مثل یک کهکشان میمونه، یعنی وقتی که واردش میشید خارج شدن ازش سخته. یه جوریه که بیشتر آدم دوست داره که یاد بگیره، بیشتر ایده هایی که میاد به ذهنش مثل گرفتن یه سر کلافه که هر چقدر که بکشین بیشتر میاد به دستتون، بیشتر یاد میگیری و تمومی نداره. اثر بشه چه تعداد اثر هنری به نظر تو امروز داشتین شما با توجه به اینکه نوعی کار حرفه‌ای بوده این؟ درسته. ببین بابت چوب که خب خیلی زیاده، یعنی نمیگم که فقط خانواده ما درست کردن، ولی حالا شما فکر کنید که ما 4 نفریم و این 4 نفر هر کدوم یه ایده ای دارن و حالا اون ایده ها بعض وقتا با هم تلفیق میشن و خیلی داستانش طولانی میشه. و اینکه از چون از طبیعت از بیرون داریم ایده ها رو میگیریم، خب خیلی گسترده میشه. ما از کارهای خیلی ریز داریم تا کارهای خیلی بزرگ که حالا هم انتزاعیه، هم رئاله، هم سورئاله. و اینکه
نمیدونم در رابطه با چوب چقدر این اثر هنری زیاد هستش اصلا. اما در مورد طراحی من حدود 4 تا کار دارم که خدا بخواد به زودی ارائهشون میدم که بیشتر در مورد رهایی، پول، مبارزه با تبعیض، که حالا چه نژاد چه جنسیت، کلن بیشتر به برابری مربوط میشن. شما به روز کردی هنرتو دیگه. بله، حالا توی همه کارهای که حالا طراحیایی که دارم سعیم در اینه که از همه سبک‌های نقاشی توش استفاده کنم که یه جوری مفهومی‌تر و جامع‌تر باشه. در اصل نوعی کار تلفیقی دارین انجام میدین. بله، تقریباً. بعد الان شما نظریاتتون نسبت به کارهایی که پدر قبلا کرده چطوره؟ یعنی الان که تو این سن و سال، چون پدر الان اینطور که شما میگین خیلی ساله شغلشون اینه و شما دخترش حساب میشی و داری این کار رو انجام میدی، نظرت نسبت به کارهای قبلی پدر چیه؟ اگر بگم این پدر من یه عجوبه است، دروغ نگفتم. چون دایی مادر بنده استاد مینیاتور هستن. ممنون. پدر من یه نقاشی مینیاتور روی چرم میکشن و خیلی هم زیباست. میبرن به استاد نشون میدن، بعد اصلا باورشون نمی شده که ایشون آموزش ندیدن و اصلا به هیچ عنوان باورشون نمی شده. و حالا اولین کاری که فکر کنم توی پیج پدر باشه، اولین کاری که پدر با چوب انجام داد، هیچی نمیتونم بگم که با دو تا مقار، با دو تا مقار، شاید اصلا با اون مقار امکان این کار نباشه، ولی خیلی زیباست. یه بوته گل که حالا انواع گلها توش هست، یه تنه درخت در آورده، واقعا زیباست. و اینکه پدر واقعا اون فکرشون، تصوراتشون یه جوریه که خیلی راحت آناتومی رو تشخیص میدن و براشون انجام این کارها به نظرم خیلی راحته. و اینکه حالا در حال حاضر درسته که هرچی بیشتر جلو میرن چیزای بیشتری به ذهنشون میرسه، ولی همون اول کار هم که چیزی درست میکردن با ریز به ریز و ظرافت بوده. احسن. بعد همین باعث شده که ازدواج کردن با مادرتون؟ یعنی نه نه، داستانشون اصلا جداست، اصلا نمیدونستن که دایی مادرم هستن. آه، من گفتم شاید با این کار رفتن یه دونه آس نشون دادن و گفتن که ببین. نه نه، کاملا جدا بوده داستان. خدمت شما عرض کنم که شما دوست داری با هنرمندای دیگه هم کار کنی، همکاری داشته باشی؟ چرا که نه، اتفاقا در حال حاضر هم در حال همکاری هستم، اما اینکه همکاری بیشتر داشته باشم و اینکه با هنرمنده بیشتری آشنا بشم خیلی راه رو برای من روشن‌تر میکنه، به خاطر همین خیلی استقبال میکنم. حسن دو شما کلن چون شما که از یه خانواده هنرمند هستی، کلن نسبت به هنر و خلاقیت میخوام بدونم چی؟ ببینید این یه نظر شخصی بود که حالا من یه سری مطالعه کردم و در همین رشته های هنر خیلی برام جالب بود که توی اون کتاب ها هم همین موضوع رو نوشته بودن که هنرمند با یه دانشمند برابری میکنه و هنرمند خلاقیتاش به، یعنی ایده هاش به سمت احساسات،
و دانشمند به سمت منطق. به نظر من هنر تولد یک ایده در ذهن یک شخصه که حالا اون رو پرورش میده و اون رو اجرا میکنه. یه چیزیه که شاید ماورای اون چیزی که بقیه میبینن هستش. مثلا گاهن شده، حالا من که در مورد پدرم صحبت میکنم به خاطر اینکه خب بیشتر دیدمشون و مطمئنن هستن، خیلی زیاد هم هستن توی ایران، واقعا میشه گفت نابغه این رشته هستن. به یه چیز کوچیکی نگاه میکنن و واقعا به یه تکه چوب و اون رو تصور میکنن که چی میتونه باشه. خیلی جالب و گسترده است و همه اینها برمیگرده به اون ایده‌ای که در ذهنشون متولد شد. من متوجه هستم. من چند سال پیش در اصفهان یک کار چوب دیدم که از یک تنه 3 تا دونه عقاب تراشیده شده بود و تقریبا ارتفاعش چیزی حدود 1.5 متر بود و عرض اون درخت هم حداقل فکر کنم قبل از تراشیده شدن 70-80 سانتی بوده، چون خیلی پهنا داشتش کار. و خوبم دقت کردم ببینم چسبوردگی داره یا نداره، یعنی یه تیکر در آوردن چسبوندن، دیدم نه، یه دونه تر هست. انقدر زیبا پاها، پر، چشم، منقار، انقدر زیبا اینا رو با چوب در آورده بودن که نقاشی من فکر نمی کنم انقدر قشنگ میتونست باشه، که این انقدر طبیعی بود، انقدر زیبا بود و نمیدونم اصلا قیمت نمیشد روش گذاشت، انقدر این اثر هنری بود. بعد پرسیدم، گفتم این چنده؟ گفتن این فروشی نیست، اینو فقط گذاشتیم اینجا که بقیه ببینن و لذت دیدارشو ببرن. و واقعا زیبا بود، هم لذت داره. بله بله واقعا واقعا اون کسی که هنر رو دوست داره و میره نگاه میکنه شیفته کار میشه و میمونه که چطوری، آخه چطوری میشه که از یه تیک درخت، از یه تیک چوب، از یه درخت 3 تا کار به این زیبایی در مورد دارن و طبیعی. شما الان کارهای چیزی ندارید که به ما نشون بدین، ما کارهای شما رو هم نزدیک ببینیم؟ راستش بخواید انقدر زیادن، من ترجیح دادم که پیجمون رو معرفی کنم و تشریف ببرید اونجا، ولی این یکی از کارهاست که اگه واضح باشه این اسمش لونامونه که به معنی الهه ماه. خیلی قشنگ. ماه ماه بله. و این قسمت های بالش وقتی که بال میزنه این مثل ریسه توی هوا تاب میخوره. این کار مورد علاقه من بود و من انداختم گردانم که امروز شما ببینید. پس هیچ کدوم از کاراتون رو نیاوردیم برای ما که از نزدیک ببینیمشون؟ لیوان مورد علاقه هم اینجا. این چیه، لیوانه؟ بله بله لیوانه. و اینم روباه شنیه. روباه شنی گوشاش بلندتر از روباه معمولیه. میشه برش کردیم صورتشو ببینیم ما؟ بله بسیم. درسته. یه خود همین شکل این خفاش هاست. خیلی جالبه چهرهش. حالا اگه توی گوگل هم سرچ کنید عکسای زیادی براش هست. خیلی قشنگه، خیلی قشنگه. بالکل کارهای شما همه قشنگی، من مطمئن هستم. ممنونم. کار چرمتون چجوریه؟ چه دو کارهای چرمی انجام میدید؟ فرمودید که رو چرم هم کار میکنید. من روی چرم کار نمیکنم، من روی چرم مصنوعی کار میکنم به خاطر اون بحث محیط زیستیش. و اینکه اگر راستش اینجا ندارم که بخوام بهتون نشون بدم، ولی اون نقاشی روی چرم رو هم میتونم که براتون بفرستم، چون اینجا نداشتم که براتون الان اینجا نشونش بدم.
یکی از کارهای قشنگ چرمتون رو عکسش حتما برام بفرستید که من توی حتما یعنی حتما بعد از برنامه بفرستین برام بلافاصله که من بتونم براتون بذارم تو استوری، چون ما بعد از برنامه یه استوری داریم که اون یه عکسی از اون خاطره اون برنامه میذاریم. اگر من کار پدر رو که اون مینیاتور رو کار کردم پیدا کنم ازش عکس بگیرم حتما براتون میفرستم. من کار خودتون رو میخوام چون تو مصاحبه با پدر دارم، کار خود پدر رو میخوام. چشم شما خانواده هنرمندی هستین، یکی دوتا ستا چهارتا ندارین، زیاد کار هنری دارین. و من چند خودتونم که شما دست جمعی اینقدر هنرمندین و کاراتون اینقدر زیباست. لطف شما. آیا توصیه واسه هنرمندایی که تازه میخوان کارشون رو شروع بکنن و حرفه ای نشدن داری؟ تنها چیزی که میتونم بگم، نه فقط هنرمندا بلکه کسایی که تازه میخوان راهی رو شروع کنن، خودشون باشن و قلبشون رو دنبال کنن. این بزرگترین کمکیه که یک شخص میتونه به خودش بکنه. خودش باشه، خودش رو دوست داشته باشه و به خودش اعتماد کنه و قلبش رو دنبال کنه. این بهترین چیزه. آیا حرفی داری که بخوای واقعا از ته دلت واسه هنر و خلاقیت بزنی؟ همین، فقط این که هنر تولد یک ایده است. این واقعا خیلی گسترده است و نمیشه هنر رو تعریف کرد یا براش محدودیت در نظر گرفت که با این جمله میشه مثلا هنر رو تعریف کرد. فقط این که یک ذهن میتونه به جاهایی بره که شاید تصورش خیلی سخت باشه، ولی فقط کافیه که اون محدودیت ها رو از ذهن برداریم و واقعا به نظرم انسان میتونه هر کاری کنه، چون ما از درصد خیلی کوچیکی از مغزمون استفاده میکنیم و حالا اگه اون از تمامش بخوایم استفاده کنیم دنیا دگرگون میشه. همونقدر که میتونه سازنده باشه همونقدر هم میتونه مخرب باشه. بله درسته. خدمت شما عرض کنم که با این که در مورد شما سوالی که میخوام بکنم کاملا جوابش مشخصه، ولی به غیر از پدر و مادر آیا کسایی دیگه هم بودن که شما رو توی این کار هنری تشویق بکنن و تو دوام کارتون کمکتون بکنن؟ راستش روزی که من تصمیم گرفتم که به پدرم ملحق بشم و این هنر رو گسترش بدم در خودم، اولین ذهنیتم این بود که دوستای بیشتری پیدا کنم و وقتی که توی نمایشگاه ها، توی گالری ها افرادی که می اومدن از اینکه هم فکر رو هم خوب من بودن واقعا خیلی لذت بخش بود و الان انقدر زیاد شدن که ازشون ممنونم، واقعا ازشون ممنونم که لحظه به لحظه با یک جمله که شاید اصلا خودشون هم قصدشون جواب دادن به سوال من نبود، ولی سوالی که توی ذهن من بود رو جواب میدادن. بعضی وقتا میگم اون لحظه به طور مثال خیلی سال گذشته بهم کمک کرد، خانم سخاوتی بود که بعضی وقتا بهش میگم واقعا تو بر من اون لحظه خدا در وجودت که چقدر سوالای منو جواب دادی، چقدر راهنماییم کردی و از دوراهی واقعا منو در آوردی. حالا تک تک دوستای منو تصور کنید که در این راه باش ناشنا شدم و فقط با یه جمله چقدر راه من رو روشن کرد. واقعا ازشون ممنونم. واقعا چقدر زیباست که آدم اینجوری بهره میگیره و بدون اینکه
چیزی تای فکرش باشه به همین مثبتی که شما هستی فکر میکنه. خیلی خوبه، تبریک میگم بهتون. اگه یه قدرتی داشتی و میتونستی یه کاری بکنی، چه چیزی رو برای خودت راجع به خودت تغییر میدادی؟ اگر میتونستم چیزی به خودم اضافه کنم که فقط برای خودم باشه، یعنی تأثیری روی حتی یک فرد نداشته باشه، دلم میخواست که بال داشته باشم که بتونم پرواز کنم. ولی اگه بتونم تأثیری روی حتی یک نفر توی این دنیا داشته باشم، دلم میخواست شفا بخش باشم، دلم میخواست بتونم شفا بدم. خیلی جالب، خیلی قشنگ، خیلی جالب. ممنونم. ببینم با چوب که کار میکنی چه حسی داری؟ خلق یک اثره. من بعض وقتا حس میکنم که اگه میشد مثلا چیزای کوچیکی که درست میکنیم، مثلا ما یه سری وال درست کردیم که توی پیجمون هست، حتما ببینید والهای کوچولو. ممنون که دیدیم. بعد همیشه تصورم این بود که اگه بتونم به اینا جون ببخشم چقدر قشنگ میشن و اینا همینجوری زندگی کنن، خیلی جالب میشد. عجب. با توجه به اینکه رو چرم کار نمی کنی به خاطر محیط زیست و دوست نداری که کشتاری بشه که از پوستش استفاده بکنی، آیا فکر نمی کنی چوبم هم همون حسو داره؟ این یکم بحثش جداست، چون چوب هایی که بریده میشن ما از کارخونه چوب خشکانی میگیریم، یعنی خودمون نمیریم چوبی رو که حالا تفلکی داره رشد میکنه و جوونه میزنه رو ببریم. این درخت ها که بریده میشن سنشون خیلی زیاده و اگر بخوام بمونن دچار پوسیدگی میشن یا موریانه یا حالا خیلی تاثیرات محیط زیستی روشون داره. و اینکه خودمون خیلی کمک میکنیم به این روند رشد سبزی توی دنیا. ولی یه دفعه اینو امتحان بکن، یه دفعه با یه حس خیلی قشنگ توی یه وضعیت خیلی خوب توی یه موقعیت خیلی خوب یه درخت رو بغل کن. این کار رو هزاران بار کردم. آره، اون حسش رو ببین که میتونی بگیری، میتونی اون حس رو در واقعا زیباست، واقعا زیباست. بس خاطر همینه، منم گاهی اوقات کار میکردم یه موقعی روی چوب، خیلی خیلی زمان قدیم، خیلی شاید 45 سال پیش یه کارایی میکردم. بعد وقتی که تونستم با آهن کار کنم و با مواد مذاب کار کنم، منم کارم صنعتی بود، بعد همون کارا رو سعی کردم با آهن و با مواد مذاب و که مثلا بیشتر راحت ترش آلومینیوم بود، با آلومینیوم کردم و تراشش و این چیزاش هم با دست خیلی راحت تر بود، نرم تر بود. بعد دیگه به چوب دست نزدم دیگه. ولی نه، کارهای شما زیباست، یکی از یکی زیباتر. سپاس، ممنونم، لطف شماست. شما کاراتون رو تو پیج مخصوصی هم به غیر از اینستاگرام میذارید یا نه؟ بله، foryoutube.art.gallery که foryoutube هم ترکیب سه تا اسم فرشته، آریو، مهتاب که پدرم این اسمو گذاشته، که اولی مادرم هستم فرشته، دومی برادرم آریو و آخرم هم من هستم. و اینکه وقتی که از پدرم میپرسن که چرا اسم خودتون توی این برند نیست، میگن که من تمام اینها. راست میگه، راست میگه، کارش درسته. مطمئن به شما خانواده.
براتون آرزوی موفقیت و سلامتی و روز به روز زیبایی میکنم، چون سپاس. کارتون خیلی زیباست. خدمت ممنونم. شما کنم که حالا اگه همون قدرت و توانایی رو داشتی که میتونستی تغییر بدی، برای مردم چی رو تغییر بدی؟ شاید کار میکردم که شادتر باشن. فکر میکنم دل شاد مهمترین چیزیه که یک انسان میتونه داشته باشه. شاید بعضیا دارن و قدرشو نمیدونن و حالا دنبال چیزهای دیگن، ولی دل شاد واقعا خیلی مهمه. وقتی آدم دل شادی نداشته باشه، انگیزه زندگی نداره. پس برای مردم کاری میکردی که دلشون شاد بشه. تو این نمایشگاهی که گذاشتی یه تعداد رو بهشون به مجانی ببخش، همشون دلشون خود شاد میشه. چرا که نه، باعث افتخاره. اتفاقا کار قشنگیه. یه موقع آدم وقتی میبخشه به بعضیا یا به خیلیا و شادیشون رو همون لحظه میبینه، تو چشماشون میبینه، تو لباشون میبینه، خیلی زیباست. من که خیلی دوست دارم، ولی خب قدرتم نمیرسه. من سوال دیگه تقریبا ندارم از شما. اگه شما حرفی چیزی دارید، این ساعت شماست، میتونید صحبت کنید و من در خدمتتونم. در غیر این صورت یک سوال دیگه دارم که اون ازتون بکنم. بفرمایید، من در خدمتتون هستم. نظرتون نسبت به برنامه و فعالیتی که ما میکنیم چیه؟ اتفاقا میخواستم ازتون تشکر کنم بابت اینکه افراد رو به هم معرفی میکنید، چون هنر یه چیز خیلی خاموشه. یعنی اینکه شناخته بشه، اینکه درک بشه، بعض وقتا خیلی سخت توضیح دادنش. و اینکه شما این افراد رو به هم معرفی میکنید و اجازه میدید که در مورد خودشون توضیح بدن، در مورد هنرشون، در مورد استعدادشون، واقعا قشنگه. واقعا دستتون درد نکنه. شما واقعا استحقاقش دارین. یکی از یکی گلتر هستین، تو سر و سر دنیا هم هستین. و یکی که هنرمندا همه انسان هستیم، همه در کنار هم داریم زندگی میکنیم، ولی نسبت به همون حسی رو که داریم نمیدونم، شاید که نمیتونیم نشون بدیم، چون داریم، هممون داریم. امکان نداره کسی عشق و علاقه نداشته باشه. دقیقاً. نداشته باشه. ولی سخته. من احساس میکنم که همتون ارزش و لیاقت این مسئله دارید که این وقت لطفشون. خیلی خوشحال شدم این ساعت رو با شما گذروندم. خیلی زحمت کشیدم شما رو پیدا بکنم، مخصوصا شما رو که هرچی هم میگم خانم مهتاب کجایی؟ به خدا کشیلوده، به خدا شیلوده. میدونم که گرفتم. لطف کردین از صبرتون، لطف کردین از وقتتون، ممنونم ازتون. خواهش میکنم دخترم. تبریک میگم به پدر مادرت برای داشتنی همچی فرزند خوب و باعث واقعا ممنونم که وقت دادی اومدی تو این برنامه، و امیدوارم که یکی از کسایی باشی که در اون کتاب جایگاهت باشه، چون احساس میکنم که آدما خودشون جایگاه خودشون رو همیشه پیدا میکنن. هیچ چیز اتفاقی نیست. هیچ چیز اتفاقی نیست. نه. قربونتون برم. خیلی خوشحال شدم به پدر مادر سلام برسید، تا ایشالا به اونم بگید بابا تو رو خدا اینقدر ما رو ندونن دیگه، بیان. از همینجا خدافظی میکنم همه دوستان و از شما، و وقت خوبی رو واسهتون آرزو میکنم. اگر امری ندارید من خدافظی دارم. خواهش میکنم. لطف شما. خدا نگهدار. خدا نگهدار شما. خدافظ. خدافظ.